از برنامه هفت اومدی؟ خوش اومدی. بعضی از منتقدا سینمایی که صاحب نظر هستن میگن که خوب نیست که بازیگر تو فیلم‌های تکرار بشه. ترسش رو دارید که تکرار نشه تو فیلم‌ها، یا اصلا فکر می‌کنید تکرار شدن یک بازیگر چیز خوبیه؟ به نظرم برمیگره به دانش اندکشون، چون منتقدین با سوادی رو می‌بینم که در واقع راجع به بازیگر چیز دیگری میگن. اونها نظرشون بر اینه که همون بازیگر، همون ابزاره، همون سازه، همون وسیله است، اما گوشه‌های مختلف خودش رو کشف میکنه. خسرو شکیبایی مرحوم، که اصلا دلم نمیاد این کلمه رو به کار بگیرم، خدا رحمتش کنه، همون صداست، همون ابزاره، اما گوشه‌های مختلفی رو در می‌نورده. مردم فردین رو بارها و بارها با همون شکل میبینن و باز هم سینماها پر میشه. شما نظرتون راجع به بازی خسرو شکیبایی چه بود؟ تکرار میکرد خودشو، ولی خودش موجود جذابی بود. مگر اینکه شما از بخشی از من لذت نبری، مثلا بخش دیگری از من رو دوست داشته باشی. شما بازیگر محبوبی هستید آقای بهداد، ولی تو بعضی از فیلم ها میبینیم که با این محبوبیتی که شما دارید مردم به اون فیلم کمتر شاید برن، مثل فیلم بیتا که بازی کردید. ولی تو بعضی از فیلم ها میبینیم که شما حضور دارید و مردم میرن استقبال میکنن. دلیلش چیه؟ تا حدی داستان و علم، دانش سینمایی، قصه، فیلمنامه و چگونگی دیزاین اون توسط کارگردانه که مردم رو به سینما میکشونه. در ضمن یادتون نره چرا فیلم ها نمیفروشه؟ به خاطر اینکه ارتباط مردم با سینما قطع شده. این تا یه حدی بازیگر میتونه اینو هندل کنه در جامعه امروز، به خاطر اینکه اولا بشر امروز تا یه حدی پیچیده تر شده، آگاه تر شده. اینه که اگر کمی سادگی به خوردش بدی، یا آگراندیسمان های پیش پا افتاده به خوردش بدی، قلوف های عجیب و غریب، خب ممکن استقبال نکنه. در مورد بیتا صدق نمیکنه، اما خب من فیلم دارم روی پرده چه خوبه برگشتی که به همت دوستان و استاد مهرجویی فروخته، خب فیلم دیگری دارم که نفروخته. این پیش میاد، این چیز عجیب و غریبی نیست. تو فیلم جرم بازی کرد، نقش خیلی متفاوتی رو بازی کردید. این طراحی کارگردانه که از شما نقش خوب بگیره یا نه صرفا خود شما هستید به عنوان بازیگر که میتونید یه نقش خوب رو در واقع ارائه بکنید؟ مسلما جفتشه. فیلم از آقای کیمیایی کم ندیده بودم، معلومه که آمادگی دارم، معلومه که زبان او رو میشناسم. یک شاعره با چند غزل ها، و این نیست که خودم زحمتی نکشیدم. شما به همه بازیگرها دقت کنید، از بازیگرای خوب سینما ایران و تاریخ سینمای جهان، همشون کارهای ضعیفتری داشتن و همشون نقاط اوجی داشتن. این حرفو از صمیم قلب میگم، حقیقت میگم، سر فیلم‌های ضعیفی بوده که چیزهای بسیار زیادی یاد گرفتم. در ابتدای کار اونجوری که باید ظاهر می‌شدم شدم. کاستی‌هایی رو که داری تلویحاً اشاره می‌کنی به من وارده، به همه کس وارده و بیشتر از من وارده. کیست که این همه سقوط‌ها رو تجربه نکرده؟ توی این جامعه توسط خیلی از دوستان به شدت مورد قضاوت قرار میگیریم. اگر جامعه بازتری داشتم، حتما، این که میگم من یعنی من هنرمند ها، حتما تأثیر بهتری بر جامعه هم میگذاشتم. در زمانی که اقتصاد در سینما قرار سرکوب بشه، در زمانی که محبوبیت یک هنرمند قرار سرکوب بشه، خب معلومه همه اینا از بین میره. منظورم هم هرگز ارائه فسق و فجور و فحشا نیست، چون هنر جهان بازتری داره از قضاوت‌های ما. اگر خوب نگاه کنیم، اگر به آمار دادگستری نگاه کنیم، قصه های عجیب غریب و تیره و تاری وجود داره. داریم راجبش حرف نمیزنیم، اما اگر راجبش حرف بزنیم عبور میکنیم ازش، سانسور میشیم. خب عبور نمیکنیم. اینا همش عین یک دمل، اینا رو هم جمع میشه. اولا همه ما پایبند به مذهب و دین هستیم، دوما به شدت وطن پرست و سنتی هستیم. ارزش هامون قرار نیست پایمال بشه با میزان زیادی از گستردگی اندیشه. باید دست دانشمندان سینما مثل آقای ناصر تقوایی خیلی بازتر می بود، مثل آقای داریوش مهرجویی خیلی بازتر می بود. زیر سر مسئولینه، اونا باید به هنرمندشون ارزش بیشتری بگذارن، اونا باید به هنرمندشون اعتماد بیشتری داشته باشن، اجازه بدن فضای فراهم شه برای اینکه
هرچه بیشتر فعالیت فرهنگی ایجاد شه باید اقتصاد و پول وارد سینما بشه. همین دوستان به نظر من بهتره به جای اینکه به ما انگ فساد ببندن، بهتر که به ما دل ببندن، اعتمادشون رو در کار ببندن.